از راه بدونم. سوال رو اینطوری مطرح میکنم که در این سایت ها عنوان میشه که در آیه از قرآن عزیز که همان از راه است، یهود آن را پسر خدا میدانند و مسیح را هم عیسویان پسر خدا میدانند. من در تمام متونی که دیدم، من جایی ندیدم که یهود کسی رو پسر خدا بدونن. نظر صریح حضرت عالی در این رابطه چیست؟ در حال من بر بحث و گفتگوهایی که با بر حال هموندان خود که به آیین محمدی یا آیین عیسوی برخورد میکنن و این پرسش ها مطرح میشه در دانشکده پارسی یهود ایرانیان، که دکتر دانیال نیست جزوی از هموندان ما هستن که از آموخته ها و مطالعات و پژوهش هایشون ما میآموزیم، بحث از همیشه میگن جناب رحیمی اگر ممکنه به عنوان راو دکتر بفهمید شما نظرتون چرا همش صحبت از آیین عیسوی میکنید و آیین محمدی میکنید. به نظر من هر فردی که وقتی که میخواد دیانتی روی کار بیاره و نوآوری داره و نو اندیشی رو داره از نظر یکتاپرستی، خود ممکنه نمیداند که چه کار میکنه. در اصل به دنبال ترویج یکتاپرستی انسان مداری است، همینطور که عیسی یک یهودی بود، به عنوان یک یهودی از مادر یهودی زاده شده بود، همینطور که بر میتوا در 13 سالگی گذرانده بود، تورات رو باش آشنایی داشت، با جهل و فسادی که در اون موقع بود واکنش نشون میداد و می آمد و آنها رو نکوهش میکرد. و از این رو وقتی که در بین رومیان شما قرار میگیرید و فردی هستش که به هر حال بر ضد رومیان عمل میکنه، سعی بر چی دارن؟ سعی بر این دارن که او رو به تسلیب بکشن. و اتفاقا جناب فکر کنم پروفسور که قاضی هم بودن، خایم کوهن، یک کتاب جالب درباره موضوع نوشتن که آنچه که درباره عیسی یهودی گفته میشه که حتی یک کلمه، یک حرف از حروف تورات رو نخواسته کمتر و زیادتر بکنه، بلکه برای ترویج آن اومده. فراموش نکنیم 70 سال بعد از تسلیب او بوده که یکایی که اناجیل نوشته شده، ما 400 تا نسخه اناجیل داشتیم. همطور که از نظر پژوهش تطبیقی ممکنه ما 25 سال طول کشید که تدوین قرآن مجید به هر حال شکل بگیره، همینطور که حدیثا 250 سال طول کشید. یعنی که مثل این هستش که وقتی صحبت از پاولوس میشه که همون پینخاس هستش، وقتی از صحبت از یکایی که حواریون میشه و افرادی که 70 سال بعد از برای تسلیب عیسی یهودی آمدن، به هر حال چگونه ممکنه که بگن بله نوه من درباره پدر بزرگ، یعنی من درباره پدر بزرگم چه فکر میکردم، یا مثل اینه که نوه من درباره من چه فکر میکنه. خب به هر حال مثل این نیستش که الان من مستقیما دارم با دکتر دانیال صحبت میکنم و مباحث رو مطرح میکنه، من با دستخطم هر آنچه که ایشون میگن رو دارم مینویسم. خب به هر حال یک خللی پیش میاد در این وقتی که افراد توسعه طلب رو شما میابید که سعی بر این دارن که از یک باورمندی پاک و منزه و آنچه که در عیسی یهودی یافت می شده اون رو تبدیل به یک توسعه طلبی کنن. همینطور در آیین محمدی ما این رو یافت می کنیم که افرادی بودن که مهاجران بودن به مدینه آمدن. حتی ما موردی داشتیم که به هر حال وقتی که محمد به یسرب یا به مدینه آمد، گفتش که چه روزی نگه، روزه بزرگ، روزه یوم کیپور یهودیان رو نگه می داشتن، به همون روزا رو نگه می داشتن. همینطور گفتن قبله شما کجاست؟ به طرف اورشلیم. قبله میگن اولت القبلتین، یعنی چی؟ فردی که دو تا قبله داشت، وهله اول قبلهش به طرف اورشلیم بود. از این رو یک نظر آنچه که من پیش زمینه رو آوردم برای اینکه بگم ما همه به شکل و شماله خداوند آفریدیم، چه زرد، چه سیاه، چه رنگین پوست، همه به شکل شمایل خداوند آفریده شدیم بدون هیچ گونه تبعیض جنسیتی، عقیدتی،
حزبی و مذهبی، همه ما یکی هستیم. فقط پیش زمینه هایی که داریم، زمینه هایی که در اون بزرگ شده ممکنه با هم دیگه فرق شه و باورمندی که پدر و مادرهای ما داشتن. ولی در یهودیت همه ما فرزندان خداوند هستیم. یک فرزند نمیتونه داشته باشه، ما یکایک فرزندان هستیم. اگر امروز عیسی در از زنده بود از آن میپرسیدیم آیا تو فرزند خدایی، میگفت نه، من فرزند ممکنه از نشما و روان آنچه که بر من دمیده هست، جرقی از نور خداوند، تجلی نور خداوند در من یافت میشه. همینطور که در من یافت میشه، در یکایک ما یافت میشه و ما همه فرزندان او هستیم و دارای تساوی حقوق از همه نظر میباشیم.